فاستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز هر جا هستید براتون آرزوی خیر و سعادت میکنم و اما برنامه فقه و زندگی مهمان خانه شما هست و این برنامه اختصاص داره به شما عزیزان با ما در ارتباط باشید سوالهای شرعی و فقهی خودتون رو هرچی که در امور دین هست رو از طریق واتساب پیام برای ما ارسال بکنید یا صداتون رو بفرستید که ما و بینندگان عزیز بشنوند و یا اینکه برای ما بنویسید و اگر کسی از بینندگان نمیخواد که توی شبکه و توی تلویزیون پخش بشه صداش یا نوشتش رو بخونیم قبل از اینکه پیام رو بفرسته بنویسه که نمیخوام پخش بشه تا اینکه صداش رو پخش نکنیم و اگر کسی مایل نیست برای ما این رو بنویسه ما بقیه بینندگان عزیز رو هر کسی ننوشت و نگفت و تذکر نداد رو حتما صداش رو پخش میکنیم پیامش رو میخونیم و جواب سوال رو هم در حد توان به اون خواهیم پرداخت میدم سراغ سوال شما عزیزان که از طریق واتساب اومده سوال اول این بیننده عزیز البته تعدادی سوال قبلتر فرستاده بذار من از سوال قدیمی ترشون شروع کنم اگر این ظاهرن بچهشون دستش خورده به تلفن و این صدا رو فرستاده بیننده عزیز دیگری مجموعی صدا فرستاده که بسیار زیاد هست و اما ما یکی از این پیام ها رو پخش میکنیم و صدای بیننده عزیز رو میشنویم استاد خسته نباشین خوبین بخیر سلامت آن شما خوب بخیر جور موفق باشید اتاق فرمان شاگرد دیگه دوستی خوشی داشته باشید ایشون خوشو بش میکنند ما هم براشون آرزوی خیر و سعادت میکنیم پیام بیننده دیگر باشد سوال داشتیم استاد بزرگوار سوال اول تکرار از سوال پیش که شما سوال پرداختیم خیانتی که بود در رفیقی که دو رفیق تجارت میکردن سالها بعد رفیق دوم خبر میشه که بر رفیق اول خیانت کرده گه سالهای بعد از جدا شدنشون بعد از جدا شدن رفیق دوم بعد میفهمد که رفیق اول خیانت کرده حق این کس در همین حالت چی باید بکنه باید برای جلوش بگیره باید برای قطعه حساب کتاب کنه چی باید کرده در این حالت که سالهای بعد سال اول کار میکنن خبر نمیوه بعد سالهای جدا میشن از هم دیگر جدا میشن هر کس با کار خود میشود بعد میفهمد که رفیق اولا خیانت کرده رفیق دیون گیده در این مدتی سالوی گذاشته گید چی باید کرده رفته باید که معامله کرشته فهمون چی باید کرد نمیم فهمونید سوال اول سوال دیون که وقتی شخص روزه سنت میگره دوشنبه و پنجشنبه و در حالت روزه توحین میکنه دشتان میکنه و دیگر روزه دیگه اشکال پیدا میشود یا خیر اما در مورد سوال اولشون که کسی که دو نفر با هم شریک بودن دو تا رفیق بعد اینکه جدا میشن از هم بعد سالها میفهمه که در زمانی که با هم شریک بودن اون دوستش بهش خیانت کرده قبل از هر چیزی که سعی کنید که
به شایعه ها، به حرف های این و اون، به شک و گمان، به سوء ظن عمل نکنید. چه بسا بر روی از روی یک سوء ظنی شما گمان بد میبرید به دیگران و حرفی میزنید یا اقدامی میکنید یا کاری میکنید، بعد هم پشیمون میشید ازش. پس ابتدا باید مطمئن بشید. اگه واقعا شکتون خیلی زیاد و گمانتون خیلی قویه، میگی ظن غالب اینه که خیانت کرده و دلایلی داری، مدرکی سندی برای این داری که ثابت کنی این خیانت کرده، بله حق داری، شرعا میتونی بری بهشون بگی، بگی این سالها به من خیانت کردی و اینقدر مبلغ از من برداشتی و این خیانت، و میتونی مطالبه کنی تو حقت رو بگیری، از لحاظ شرعی میری برو باش بشین، باش صحبت کن و حقت رو ازش بخوا. اگه واقعا ثابت شده و اگه مدرک و سندی در دست داری برای اثبات این موضوع، این یک مطلبه. مطلب دوم اینه که ایشون رو ببخشی و پشت صرف نظر کنی و سالها از از گذشته و باگذار کنی برای قیامتت و ببخش اون رو. ولی برای خود اون شخص، برای خود شما، برای اینکه دلتون پاک بشه، یا این که عرض کردم باید با یقین اقدام کنید، تا زمانی که یقین نداری، تا زمانی که مطمئن نیستی واقعا کسی به تو خیانت کرده، و یا این که سندی مدرکی در دست نداری، فقط حرفای این و اونه میشنوی، نه این کارو نکنید و اهمیتی ندید به این موضوعات و اصل رو بر حسن ظن بذارید. اگه مدرکی در دستتون نیست، اما اگه مدرکی در دستتون هست، ثابت میکنه ایشون خیانت کرده، بله برید مطالبه کنید حقتون رو. شرعا انسان باید از حق خودش دفاع کنه و حقش رو از طرف مقابل مطالبه کنه. زمانی که حقت رو گرفتی، اون وقت اگه خواستی بخشی از اون رو بهش ببخشی، اون وقت ببخش، هیچ اشکال و ایرادی نداره. ولی اگه بخشیدن از سر ضعف و ناتوانی، اون وقته که همیشه خودت رو سرزنش خواهی کرد. ولی اینکه اگه از ته دل ببخشی، حلالش کنی، ثوابش هم داری، ایراد اشکالی هم نداره. ولی چه بسا این گذشت که ایشون خیانت کرده و شما گذشت کردی، ایشون رو جریتر کنه برای اینکه خیانت کنه. ولی به شرطی که عرض کردم، همچنان تکرار میکنم، تا زمانی که مطمئن نیستی، یقین نداری و مدرک و سندی در دستت وجود نداره، به حرف دیگران گوش نده و اینا رو کنار بذار. اما در مورد سوال دومشون میگه یک کسی روزی سنت میگیره، دوشنبه و پنجشنبه روزه است، ولی به این و اون فوش میده، بد و بیرا میگه. رسول الله علیه السلام میفرماید که بعضی از انسانها هستند روزه میگیرند، ولی از روزهشون لیس له من صیامه الا الجوع والعطش، تنها گرسنگی و تشنگی براش میمونه، یعنی اجر و ثوابی براش نمیمونه. چرا؟ شتم هذا و سب هذا، یکی رو شتم و فوش داده، دیگری رو نمیدونم بد و بیرا گفته، بس مال بعدی رو غصب کرده، دروغ گفته و بقیه گناهان دیگری که ازش رخ داده، باعث شده که اجر ثواب روزش پایین بیاد. اگه کسی فحاشی کنه، مسلما اجر روزش پایین میاد. و در حدیث دیگری رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمود من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجت لله، اگه کسی گفتار دروغ رو، شهادت باطل رو، حرف ناحق رو کنار نذاره و عمل کردن به باطل رو قرار نذاره، خداوند هم نیازی به روزه و عبادت این شخص نداره. یعنی اصل اینه که این عبادات باعث بشه که انسان تزکیه نفس کنه، زبانش رو حفظ کنه، همونطوری که خودت رو از خوردن و آشامیدن منع کردی، خودت رو هم از بد و بیرا گفتن و فحاشی کردن دور کن. عبادت برای این هست که ما رو اصلاح کنه، همونطوری که نماز، خداوند فرمود تنها عن الفحشاء والمنکر، انسان رو از فحشا و منکر باز می‌داره. روزه هم باید همین اثر رو داشته باشه، زیرا خداوند می‌فرماید لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بر شما فرض شده، حالا در مورد روزه رمضانه، ولی فرق نمیکنه، همه روزها این معنی رو باید داشته باشه. اونجا فرض، اینجا سنته، ولی سنت هم باید معنی همون فرض رو داشته باشه، همونطوری که نماز سنت همون معنی نماز فرض رو داره، گرچه از در حکم اون فرض این سنت، ولی در معنا و در اثر بخشی باید همون اثر رو داشته باشه که نماز فرض داره.
و روزه سنت هم باید همون اثر رو داشته باشه، باید ایجاد تقوا کنه در وجود شخص. اگر روزه باعث نشه که شما تقواتون زیاد بشه، روزتون روزه نیست، فقط تشنگی و گشنگی میکشید و اثری از اون باقی نمیمونه. و لذا در مورد یک زنی نزد پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام ستودن این زن رو، گفتن که بسیار انسان عابد و زاهد و اهل نماز و روزه و نماز شب میخونه، روزه های سنت رو روزه میگیره و دربارش زیاد گفتن. گفتن ولی یه عیب فقط داره، اینی که همسایه ها از دست و زبانش در امان نیستند. پیامبر فرمود این زن در آتش جهنمه. نماز داره، روزه هم داره، سنت هم میخونه، قیام شب هم داره، امکان داره تلاوت و ذکر هم داره، اما بد زبانه، بد دهنه. فرمود که در آتش جهنم. وقتی کسی که دیگران، یا در حدیثی فرمود المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان اون کسی است که مسلمانان دیگر از دست و زبان او ایمن باشند. این مسلمانه، سالم بمونن مردم، گزندی به دیگران نرسونی به زبانت، به دستت و به حق و حقوق دیگران تجاوز نکنی. و در احادیث در این باب بسیار فراوان هست که رسول الله علیه السلام منع کرده اند از اینکه انسان مؤمن فحاش باشه. فرمود لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذیء، گفت که انسان مؤمن لعنت کننده نیست، طعن و تهمت نمیزنه به دیگران و دیگران رو مذمت نمیکنه، فحاش نیست، بد دهن و بد زبان نیست. یعنی ایمان هیچ سنخیتی، اسلام و ایمان هیچ سنخیتی با لعنت کردن، با دروغ گفتن، با بدزبانی، با فحاشی کردن نداره. اون کسی که ادعای ایمان و اسلام داره بدانه هر وقتی که این صفت فحاشی و لعن و نفرین و بد و بیرا گفتن به این و اون در وجودش هست، بدانه که ایمانش ضعیفه، بدانه که ایمانش کامل نیست. امیدوارم که به اندازه کافی صحبتم به این دوستمون رسیده باشه. بیننده عزیز دیگری پیامش فرستادن، گفت سلام علیکم خدمت شما استادان گرامی، یه سوال داشتم. لیزرک موهای زائد رو از بین میبره، اگه کسی این کار رو بکنه آیا گناه هست یا نه؟ میگه جواب بدین ممنونم. علیکم السلام به این دوستمون، به این بیننده عزیز. لیزر کردن یعنی برداشتن موهای زائد بدن، چه با لیزر باشه چه با هر وسیله دیگری باشه، جایز هست. نه اینکه جایز است، بلکه موهای زائد بدن رو، موی بغل رو، موی شرمگار رو، موهای زائد بقیه بدن رو برداشتن جزء سنن فطرت هست. اما موهای مثلا سینه و پا و تا بقیه بدن هم، باز هم این هیچ ممنوعیتی درش نیست و جایزه. برای زنان قطعا جایزه، برای مردا هم ممنوعیتی درش نیومده که ممنوع باشه. اما بعضی از اهل علم گفتن که خب این کار رو زنان میکنن و تشابه به زنان پیش میاد و از این صحبت ها. اما دلیلی که بگم روایتی وجود داره این رو منع کرده باشه، صراحتا نخیر، دلیلی صراحتا وجود نداره و لذا بر همون اصل اولی وجود داره و نه هم اباحه، اصل بر اباحه هست. یعنی چی؟ اصل بر این هست که هر کاری حلاله، از امور معاملات و از امور غیر عبادت هر امری مباح و جایزه، مگر اینکه آیه‌ای، حدیثی، نصی از نصوص دینی، اجماع امت بر حرام بودنش وجود داشته باشه. یعنی اگه یه چیزی نصی نیومده باشه که اون رو تحریم کنه، یا اجماعی وجود نداشته برش، یا قیاس نشه بر یکی از اموری که اصلش ثابت هست با نصوص شرعی، لذا بر اون اباحه اصلی و بر اون جایز بودن اصلی هست و جایز می باشد. در مورد برداشتن موهای زائد بدن مردها هم، موهای غیر از شرمگاه، غیر از موهای زیر بغل، بقیه موهای دیگه هم اصل این هست که جایز باشه. اما برداشتن موی زائد زیر بغل و شرمگاه جزء سنت های فطرت هست، برداشتنش سنته. و اما بحث دیگری که شاید متعلق به این موضوع باشه، اون وقت کسی فکر کنه، یعنی وقتی که میگن این رو لیزر کنید باید برید پیش یک
کسی دیگری این کارو کنه. اطلاع پیدا کردن، دیدن، نگاه کردن، دیدن اینکه یک نامحرمی عورت شخص مقابلی رو ببینه شرعاً حرامه، اما خودت میتونی برداری، یا اگر زن هستی شوهرت میتونه برات برداره، اگر مرد هستی بین ناف و زانو جزء عورت بقیه جاهای دیگر رو هیچ اشکالی نداره که اگه مرد دیگه یا برید یه جایی بتونن براتون بردارن. عرض کردم بین ناف تا زانو برای مردا عورت به حساب میاد و برای زنا هم کل بدنشون عورت هست. البته برای زنا عرض کردم غیر از دست و صورت. بیننده ازی گفتن سلام، خدا قوت ببخشید، ابرو برداشتن اصلاح صورت گناهه؟ اصلاح صورت گناه نیست، اما برداشتن ابرو ممنوع شرعاً. پیامبر اکرم علیه السلام منع کرده از این که زنی ابروشو برداره یا زنی کارش این باشه ابروی دیگران رو برداره و اصلاح کنه براشون، و آرایشگرایی که این کار رو میکنن این کار منع شده در شرع. رسول الله علیه السلام این رو منع کرده و جزء محرمات است. هیچ فقیه از فقهای اسلام در گذشته بر چهار مذهب اهل سنت برداشتن ابرو حرامه، اما اینکه مرتب کردن ابرو، کوتاه کردن ابرو هیچ اشکال و ایرادی نداره. و برای کسایی که زنانی که ابروهاشون پرپشت هست، عریض هست و غیر طبیعی به نظر میاد، میتونن بردارن به اندازه ای که به شکل طبیعی در بیاد، مثل بقیه افراد دیگری که همسن و سال اونا هستن و ابروهاشون چگونه است، شما هم ابروتون رو به اون اندازه، یعنی ابرویی که طبیعی هست، نه اینی که کسی که ابروشو برداشته. لذا منع هست این کار اگه کسی ابروشو برداره، مگه اینکه عرض کردم ابروش عریض باشه میتونه از بالا و پایین ابروش برداره تا به اندازه یک ابروی طبیعی در بیاد. بین دو تا ابرو هم جزء ابرو به حساب نمیاد، لذا برداشتنش هم جایز هست. ولی در کل مرتب کردن ابروها هیچ ایراد و اشکالی نداره. بی رنگ کردن اونها، یعنی رنگشون رنگ صورت بگیره که پیدا نباشه، باز هم برخی از فقها این رو جایز میدونن. ولی اصلاح کردن صورت و برداشتن موهای صورت و ایراد و اشکالی درش وجود نداره. بیننده دیگری پیام دادن، بیننده گفتن سلام وقت بخیر، میگه سوالم در رابطه با این است که خرید ماشین شریک گرفتم، شریک سهم نصف از خرید ماشین پرداخت نکرد، وقت مسئولیت بازدید ماشین چکاب کامل نکرده بوده، تحویل تقسیم پول فروش ماشین چطور تقسیم میشود؟ خب شما چگونه شریک هستید که شریکتون پول نداده؟ شما بهش قرض دادید یا چطوری شریکی هستید؟ خب شراکت مشخصه، یا شما شریک در سرمایه هستید، یعنی هر دوتون شراکت میکنید، بهش میگن این شراکت مشاهده، یعنی نصفش مال شما نصف مال ایشون، یا هر اندازه‌ای هر کدوم از شراکا باید به یه اندازه‌ای سهم داشته باشن در این شراکت، هر کدومشون به اندازه سهم داشته باشن در این شراکت، و اون وقت اگه ماشین رو فروختن به اندازه سهمشون در این مشارکت سود گیرشون میاد. فرض میکنیم شما ماشینی میخرید 100 میلیون، دوستتون 10 میلیون داره، شما 90 میلیون میدید ماشین رو، بعد مدتی حالا ایشون 10% با شما شریکه، بعد یه مدت ماشین رو میفروشید سود میکنید، میفروشید مثلا این رو به 200 میلیون میفروشید، مثال عرض میکنم که پول ایران هر روز بیارزشتر میشه، شما 100 میلیون سود کردید، 90% از این سود متعلق به شماست، 10% متعلق به دوستتون، یعنی ایشون 10 میلیون میبره، شما 90 میلیون میبرید از سودی که وجود داره، یعنی به تناسب سهم سرمایتون سود بهتون تعلق میگیره اگر هر دو شریکید. اون وقت فرض کنیم شما یه ماشینی خریدید که اومد روش کار کرد،
دو نفر شریکید، سرمایه دارید، یکیتون به اضافه اینکه سرمایه داره کارم میکنه روی اون ماشین. کارش رو جدا از سرمایهش باید حساب کنید، برای کارش باید دستمزد بهش بدید، برای اینکه سرمایه گذاشته هم به اندازه سرمایهش سود بهش میدید. ایشون میگه که شریک سهم نصف از خرید ماشین پرداخت نکرد، میگه ایشون نصفش رو نداد. وقت مسئولیت بازدید ماشین چکاب کامل نکرده بود، ایشون وقتی که رفته بخره چکاب هم نکرده. حالا تقسیم پول فروش و ماشین چطوریه؟ خب اگه ایشون هیچ پولی نداده، عرض کردم به اندازه پولتون هست، اگه نصفش رو داده خب نصف سود بهش تعلق میگیره، اگه 30% داده 30% سود میگیره، اگه 20% داده 20% سود میگیره و به تناسب سرمایه ای که دارید به اون تناسب سود رو تقسیم میکنید. خب میریم سراغ سوال بیننده عزیز دیگری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد عزیز. نماز تراویح را دو رکعتی خواندن درست است یا چهار رکعتی؟ یعنی بهترش دو رکعتی خواندن است یا چهار رکعتی؟ یا چهار رکعتی خواندن ممکن نیست، یعنی در یک سلام دادن و دو رکعت خوانیم یا اینکه چهار رکعت؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال دیگر استاد، یعنی سوال اولشون گرچه متعلق به تراویح مال رمضانه، تراویح رو در رمضان میخونن، ولی اگه سوال شما در مورد فعلا جواب تراویح رو عرض کنم، این که در تراویح اصل این هست، سنت این هست، پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام فرمود صلات اللیل مثنا مثنا، نماز شب دو رکعت دو رکعت، لذا این سنت پیامبر است، هم سنت قولی هست هم سنت عملی رسول الله علیه الصلاة و السلام. نماز سنتی که در شب خونده می شود دو رکعت دو رکعت خونده می شود، اما اگه کسی چهار رکعت رو هم بخونه نمازش باطل نیست، ولی خلاف سنت کرده. سنت این هست که دو رکعت دو رکعت نماز شب رو بخونی. لذا در بعضی از روایات هم اومده عملا از پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام نقش شده که چهار رکعت هم خونده، لذا جایز هست هر کدوم رو بخونید. سنت فعلی قولی رسول الله علیه الصلاه و السلام این بوده که فرمود صلات اللیل مثنا مثنا، نماز شبتون دو رکعت دو رکعت هست. و این در مورد نماز شب، تراویح هم جزء نماز شبه، به هر حال نمازتون درسته. ببینید هر اتفاقی که در این جهان میافتد به تقدیر و تدبیر خداوند است، ولی به اجبار نیست. این گونه نیست شما فکر کنید خداوند من و شما را اجبار کرده که حتما یک کاری را انجام بدیم، بلکه به تقدیر هست. و تقدیر هم مثل هر چی وقتی که میگیم هر چه اتفاق میافتد تقدیر است، یعنی چی؟ یعنی اینکه شما کار خوب بکنی تقدیره، کار بد بکنی تقدیره، ولی اجبار نیست، زیرا که شما هم در ضمن این تقدیر قرار دادید. خدا مقدر کرده که من و شما اختیار داشته باشیم، خداوند مقدر کرده که در این دنیا هر چیز وجود داره بر اساس بر روی اسباب و مسبباتش هست. سبب گرم کردن آب باید حتما آتشی باشه تا آب رو گرم کنه، سبب سرد کردن آب باید حتما خنکی باشه تا آب خنک بشه، این قانونه. برای بیمار شدن خداوند فرمود خلق الله دا، خداوند دردی رو خلق کرده و خلق له دواء او کما قال علیه الصلاة والسلام، همونطوری که مریضی آفریده شده است و خلق شده و مقدر هست، دارو هم مقدره.
چند تا مقدر رو شما کنار هم بذارید، جزء تقدیرات الهی هست. ببینید از یه طرف خداوند بیماری رو مقدر کرده و خلق کرده، از یه طرف دیگه دارو رو مقدر کرده و خلق کرده، از طرف سومی من و شما رو آفریده و خلق کرده و آزاد آفریده، مختار آفریده. یعنی اختیار داری بری دارو رو انتخاب کنی یا بری درد رو انتخاب کنی، آزادید. همه اینها مقدرن. یعنی شما اگر آزادانه رفتی دارو رو انتخاب کردی، دارو رو سر وقت انتخاب کردی، در زمان مشخص به اندازه مشخص با شرایط مشخص انتخاب کردی، نتیجه خواهی گرفت. و اگر نتیجه نگرفتی، شما اگر نتیجه گرفتی این یک تقدیره، اگر نتیجه هم نگرفتی تقدیری دیگه است. یعنی چی؟ یعنی شما اختیار داشتی، رفتی دارو رو انتخاب کردی، ولی به مقدار کافی انتخاب نکردی، به مقدار کافی مصرف نکردی، در زمان مشخص مصرف نکردی و بدن تو مقاومت نداشته، اونم به علتها و مقدرهای دیگری، در نتیجه این بیماری طرف رو از پا در آورده، زیرا اون هم مقدره. لذا وقتی حرف از مقدر میزنیم، حرف از قدرت خداونده، حرف از این نیست که ما سلب اختیاریم. ما سلب اختیار نیستیم، زیرا که اختیار ما هم در ضمن مقدرات الهی هست. وقتی که میگیم همه چی مقدر، یعنی خداوند در این دنیا حاکم مطلقه، یعنی اتفاقی در این دنیا نمیفتد بدون علم و اراده خداوند. معنیش بحث از مقدرات، بحث از قدرت مطلق خداونده. و بحث دوم این که انسان هم باید حتما به آرامش بیشتری میرسه، زیرا میدونه خداوندی که قادر مطلقه این دنیا رو تدبیر و اداره میکنه. اگه کسی میمیره به مقدر میمیره، اگه بچه‌ای به دنیا میاد به مقدر به دنیا میاد، اگه بیماری شفا پیدا میکنه مقدره، اگر همه اتفاقات مقدرن، ولی هیچ کدوم اجباری نیست. اگر زن و مردی ازدواج نکنن، با هم همبستر نشن، بچه‌ای به وجود نخواهد اومد. یک کسی بشینه بگه اگه ازدواج نکنه، بگه اگه مقدر بود من بچه دار میشدم، چنین حرفی نیست. خدا چنین چیزی رو نخواسته. خداوند سببها رو قرار داده. امکان نداره تو که ازدواج نکنی بچه دار بشی، مگه اینکه معجزه اتفاق بیفته، مثل معجزه‌ای که برای حضرت مریم اتفاق افتاد که اونم تموم شده، دیگه چنین چیزی رخ نخواهد داد. اونی که در شرع اومده اینه که تموم شده و پایان یافته. اما اونی که قانون داره، خدا قانون رو گذاشته، همه چی بر وفق این قانون پیش میره. شما اگه قانون رو عمل نکنی، حق نداری گله کنی. قانون خدا رو عمل کردی، نتیجه خواهی گرفت. قانون خدا رو عمل نکنی، نتیجه هم نخواهی گرفت. اگر جاهایی میبینید انسان ها شکست هایی رو خوردن، ببینید قانون های رو رعایت نکردن. این قانون ها و این اسباب ها تنها اسباب مادی نیستند، اسباب معنوی هستند. خیلی موفقیت های ما مرهون دعای خیلی دیگرانه که سبب معنوی هستند، مرهون دعای پدر و مادر، مرهون صله رحم، مرهون خیر خواستن برای دیگران، مرهون اون صدقه است که شما دارید میدید. اینها همه اسباب معنوی هستند که به ما کمک میکنن تا موفق بشیم در جایی. ولی وقتی این سبب ها رو همه رو زیر پا گذاشتیم، بعد رفتیم اسباب مادی رو هم رها کردیم، خواستیم به جایی هم برسیم، چنین چیزی وجود نداره. با واتساپ تماس نگیرید عزیزان. اگه کسی با واتساپ تماس بگیره، ما نمیتونیم جوابش رو بدیم، لذا ازش عذر میخوام. این بیننده عزیز با وجود اینکه میگم تماس نگیرید، بازم تماس میگیره. تماس نگیرید با واتساپ، فقط پیاماتون رو بفرستید، به ترتیب پیامتون رو میخونم. سلام، خسته نباشی. یه سوال داشتم، میخواستم بگم بعضی میگن نماز بعد نماز خفتن، نماز خفتن باید دو رکعت تحیت التوبه بخونیم. خواستم بگم دو رکعت تحیت التوبه فرض یا سنته، حکمش چیه؟ ما چنین سنتی رو نداریم که هر وقت قبل از خواب دو رکعت تحیت التوبه، چنین چیزی وجود نداره. تحیت المسجد مال وقتی که وارد مسجد میشی، وقتی که وارد مسجد شدی به عنوان سوقات و تحیه مسجد دو رکعت تحیت المسجد میخونی، تحیت و صلات تحیه میخونی. و اما
در مورد نماز توبه، نماز توبه وقتی که شما گناهی کردید، اگه گناهی مرتکب شدید، دو رکعت نماز بخونید و بعدش دست بلند کنید و دعا کنید، یا همینطوری دعا کنید قبل اینکه سلام بدید، بگید استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. این نماز توبه است. توبه اسمش با خودشه. وقتی که شما گناهی کردی میخوای توبه کنی، و این دو رکعت هم این که علما اسمش رو نماز توبه گذاشتند، وگرنه در حدیث تا جایی که من اطلاع دارم نمازی به اسم نماز توبه نام برده نشده، فقط در این صورت اومده که کسی اومد خدمت رسول الله علیه الصلاه و السلام گفت که گناه چنین و چنان کردم، پیامبر فرمود برو وضوء کامل بگیر، دو رکعت نماز بخون، بعد بگو استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، گناهات بخشیده میشه. و اینکه تنها در مورد اینم نیست، بعضی مواقع است در مورد بعضی از گناهان صحابه بودند کسانی که مرتکب گناهی شدند، اومده اینا گفتن یا رسول الله ما گناه این گناه رو کردیم، رسول الله علیه الصلاه و السلام بهشون گفت که آیا با ما نماز مگر نخوندی؟ گفت بله نماز خوندم، جماعت حاضر شدم نماز خوندم. گفت خب اون نمازی که خوندی کفاره گناهت است. بستگی داره به اینکه گناهان صغیره رو نمازهاتون کفارش میشه و عباداتتون، دعاهاتون، گفتن استغفر الله کفاره گناهتون میشه. اما یه گناهی هست که صغیره هست ولی شما بر اون قائمید، یعنی چی؟ یعنی اصرار دارید بر این گناه، مرتب تکرار میکنید، مثل کسی که مثلا فرض کنید کسی که یه گناهی رو هی تکرار میکنه. حالا گناهان صغیره رو اگر از جمله گناهان صغیره، مرتب این گناه رو تکرار میکنه، تکرار گناه صغیره اونو به کبیره تبدیل میکنه. راهش توبه هست، برید توبه کنید و استغفار کنید و از اون گناه دست بکشید و بگید استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه. این باعث میشه که گناهتون، گناهی که عرض کردم، این گناه صغیره ای که اصرار برش داشتید، با این کارتون بخشیده میشه. و اما در مورد گناه، اگر گناه کبیره باشه، به شرطی که گناه حق الناس نباشه، گناه صغیر اگه مرتکب شدید یا اگه کبیره ای مرتکب شدید که ظلم به خودتون کردید، در حق دیگران ظلم نکردید، گناه کبیره است که خودتون مرتکب شدید، باز هم توبه کردن، دو رکعت نماز بخونید و توبه و استغفار کنید، این میشه نماز توبه. و اما اگه گناهی که مرتکب شدید حق الناسه، باز هم دو رکعت نماز بخونید و توبه هم بکنید، استغفار هم بکنید، ولی باید حتما حقشون رو بهشون برگردونید. تا زمان حق رو برنگردونید کافی نیست. این توبه‌ای که کردید در حق الله هست، حق این که گناه مرتکب شدید، نافرمانی خدا رو کردید، این توبه رو انجام میدید، ولی اونجایی که حق الناس باید حقشون رو هم بهشون برگردونید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد بزرگوار جورسین، بخیر هستین؟ صحتمند هستین؟ انشاءالله که جور صحتمند، لباس در لباس عافیت باشین. من ضیاء الرحمن از ترکیه به شما پیام میتونم. اصلیت من افغانی هستم، فعلا ساکن ترکیه هستم. استاد بزرگوار، علمای ترکیه، امامای مسجد ترکیه کلن رشتراش هستن، رشایشان رو میتراشن و از پشتشان نماز گذاری میکنیم. چه رقم است به نماز ما کدام خلالی کدام نقصانی میرسانه که امام رشتراش هست و چی هست یا نه؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تراشیدن ریش گناه و جایز نیست، ولی نماز درسته، ربطی به نمازش نداره. نماز خوندن پشت سر کسی که اهل گناه و معصیت هم باشه، اهل بدعت هم باشه، به شرطی این که بدعتش کفر و شرک نباشه، بقیه گناهان دیگه نمازش نماز پشت سرش بخونید درسته. از جمله اقوال علمای اهل سنت اینه که میگن که صلوا خلف کل بر و فاجر، پشت سر هر انسانی که مادامی که تعیین شد برای شما به عنوان امام، علمش رو داره و اصلا بر این هست که تقوام داشته باشه، شما پشت سرش نماز بخونید. اگر گناهی هم ازش دیدید، باز هم نماز پشت سرش بخونید، نمازتون باطل نیست.
اصل این است که گناه خودش پای خودش هست، گناه ولا تزر وازره وزر اخرى، گناه ایشون پای شما نوشته نمیشه. مادامی که ارکان واجبات و احکام نماز رو به درستی رعایت کنه و نمازش درست باشه در خوندنش، نماز شما درسته. این که برای خودش گناه کرده، امکان داره نماز خودش ثواب کم گیرش بیا، امکان داره، اینا چیزای دیگریه، به خودش ربط داره و گناهش پای خودشه، ولی به شرطی که نمازش صحیح باشه، یعنی احکام و اعمال و واجبات و ارکان و سنت های نماز رو درستی به جا بیاره، نماز شما درست است. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات استاد گرامی قدر، من از شما یک سوال داشتم، آیا امین آدم های مسیحی را کافر گفتن جایز است یا نه؟ امین سوالی ما را به طرق وسط باز روان میکردید و شما خورسان میشه. خداوند در قرآن کریم میفرماید ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، اونایی که کافر شدن از اهل کتاب و از مشرکین، یعنی اهل کتابم بله، اهل کتابم کافر هستن، اونایی که ایمان به، یعنی اونی که در دین اسلام بهش رسیده و پیامبر رو میشناسه، پیامبر رو میدونه که پیامبر خاتم هست، همه چی رو در مورد اسلام میدونه، دعوتش بهش رسیده، باز هم بر اون دین مونده، از کافر است. و کافر بودن فوش نیست. به یه وقتی به یکی میگی کافری، به معنی این نیست که فوش دادی بهش. به این که کسی رو کافر بدونی، به این نیست که بهش توهین کردی. نه معنیش توهینه، نه معنیش چیزه. خداوند در قرآن کریم میفرماید که میگه ما از زبان مسلمانان، ما کافریم به اون چیزی که شما شرک میبرزید. و اونا هم کافرن به دینی که ما داریم. لذا کفر کردن یعنی این کفر، کافر بودن یعنی این که دینی رو نپذیرفتن، دینی رو قبول نداشتن. اونا کافرن به دین اسلام، در نسبت به دین اسلام کافرن، ولی خب اهل کتابن، در بعضی از معاملات با اونها تفاوت داره. ازدواج با زنان اهل کتاب جایزه، خوردن ذبیحه دست اهل کتاب جایزه، تعامل با اهل کتاب فرق داره در تعامل با مشرک. خوردن، ازدواج با مشرک جایز نیست، خوردن ذبایح دست مشرکین جایز نیست، ولی ازدواج با اهل کتاب جایزه و خوردن ذبایحشون هم جایز است. در تعامل متفاوتن، ولی اینکه کافرن، بله خدا آن فرموده کافرن. بیننده عزیزی گفتند که میگه من سلام کردن و علیکم السلام و رحمت الله، میگه تو ماه مبارک رمضان مریض بودم، چهار روز نتونستم روزه بگیرم، میشه روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیرم قضایی؟ چرا نشه؟ بله حتما میشه، هر روزی از سال رو غیر از همون روزهایی که روزه گرفتنشون حرامه، مثل روزهای عید، عید قربان و عید رمضان روزشون جایز نیست روزه بگیرید، ایام تشریق یعنی در چهار از روز عید قربان روزه گرفتن تا چهار روز جایز نیست و عید رمضان، بقیه ایام سال هر وقتی روزه بگیرید، چه دوشنبه و پنجشنبه بگیرید، چه دوازده و سیزده و چهارده هر ماه، یا سیزده و چهارده و پونزه هر ماه قمری رو روزه بگیرید به جای روزه قضاتون، به نیت قضا جایز هست و درست. بیننده عزیزی گفتن سلام علیکم، من از شهرستان یزد هستم، از اهل سنت، اینجا نماز جمعه نمیشه، چیکار باید بکنیم؟ نماز ظهر بخونید. وقتی که نماز جمعه در جایی وجود نداره، نماز ظهرتون رو بخونید در خونتون، نماز ظهر بخونید. اگه جایی دارید که به جماعت بخونید نماز ظهر رو، نماز ظهر رو بخونید. اگه جایی نزدیک هست که جمعه برقرار بشه برای شما، برید جمعه بخونید. اگر نه، نماز ظهر رو بخونید، چهار رکعت بخونید نماز ظهر. بیننده عزیز گفتن سلام علیکم، آیا کاشت مو و ابرو حرام است یا نه؟ هم در مورد آقایان هم در مورد بانوان. کاشت ابرو برای کسایی که ابرو ندارن، برای کسایی که مشکلی دارن ابروشون ضعیفه یا هر مشکلی در ابروشون، از جایزه. کاشت مو هم موی سرم بکارید، باز هیچ مشکلی وجود نداره برای اونایی که مو ندارن.
هم برای آقایان جایزه هم برای خانم ها جایزه. ایراد و اشکالی درش نیست، نه کاشت ابرو نه اینکه کاشت موی سر، هیچ کدوم مشکلی ندارد اینها. شرعاً جایزه که کاشت ابرو و کاشت موی سر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد عزیز. در رابطه با بلند کردن دست ها هنگام تکبیر تحریمه، آیا چسبوندن آنها به نرمی گوش از سنت ثابته یا خیر؟ و کدوم عمل به ثواب نزدیکتره، چسباندن یا نچسباندن؟ روایات متعددی اومده، اما اینکه در صحیح‌ترین روایت این است که به اندازه شونه ها دستاتو بلند میکنی یا به اندازه تا محاذات نرمه گوش، تا این اندازه دستاتو در وقت تکبیرت الاحرام بلند میکنید. حالا کیفیت بلند کردنشون روایات متعدد و مختلفی اومده، ولی اینکه دستاتو روی گوشات کپ کنی نخیر، چنین چیزی خلاف سنت هستیم، چنین چیزی اصلا نیومده، بلکه به محاذات بعضی این که فرموده این انگشت و نرمه گوش رو لمس کنه، ایراد و اشکالی درش نیست. همه این حالات جایز هست و زیرا که تعدد روایات در این باب وجود داره. خب صدای این بیننده رو بشنویم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد محترم خوب هستی؟ استاد روز جمعه مثلا اگر ما در نماز جمعه اشتراک کردن نتونیم، میشه نماز پیشین جمعه را با جماعت برگزار کنیم؟ یک معلومات بدیم. اینکه گفتن که اگه نتونیم در جمعه شرکت کنیم، چرا باید نتونید در جمعه شرکت کنید؟ سوال اینجاست، نماز جمعه فرض هست بر هر انسان، هر مردی که در داخل شهر وجود داره و در اونجا نماز جمعه اقامه میشه. اگه در شهری که همه مسلمان هستند، همه اهل سنت هستند و نماز جمعه اقامه نشد، کل اون شهر مرتکب معصیت شدن، همشون بدون استثناء، زیرا نماز جمعه واجبه، فرضه بر همه اهل اون شهر، فرضه. اگه نماز جمعه اقامه نشد، همشون بدون استثناء وارد معصیت شدن، مگر اینکه عذری داشته باشن، نتونن از خونه هاشون بیرون بیان، به خاطر بیماری، به خاطر جنگ، به خاطر شرایط خاصی نتونن از خونه ها بیرون بیان، اون وقت عذر دارن، میتونن توی خونه هاشون نماز ظهر رو یا همون نماز پیشین رو به جماعت بخونن. و اما اگه نماز جمعه در شهری که شما هستید اقامه شد و شما بتونید اونجا حاضر بشید، عذری نداشته باشید برای حضورتون، باید حتما حاضر بشید. اما اگه عذری داشته باشید، باید شما عذرتون رو اگه قابل قبول باشه، واقعا امکان حضور نداشته باشید، اون وقته که شما میتونید نمازهای ظهرتون رو بخونید، به جماعت بخونید، هیچ اشکالی نداره. یا در جایی هستید که شما اقلیت و کم هستید و اجازه اقامه نماز جمعه بهتون نمیدن و نماز جمعه وجود نداره که شما نماز بخونید اونجا، اون وقته که میتونید باز هم همونطوری که در جواب بیننده قبلی عرض کردم، میتونید که خودتون نماز ظهر رو به جماعت بخونید. و اگر تونستید حالا جایی که هستید در یه خونه تجمع کنید و جمعه هم بخونید، باز هم جایز است. اما سوال بیننده بعدی، صدای این بیننده رو میشنویم. سوال داشتیم در همه تاجکستانی ما، وقتی که سال کردی عزاداری میگیرم یا که 40 سال، وقتی که گل زبس میگیرم، میگیرم که اینو به آقای پدرم بخشیدم، این زب را یا که به آقای پدرم این گل را قربانی کردم، و یا خودن این گوشتی همی خیلی گل جایز است یا جایز؟
اما عادتی که وجود داره چله گرفتن برای میت، این بدعته، بدعتی است که در دین اسلام وجود نداشت و اضافه کرده. نه چله وجود داره، نه هفته لازمه، نه سال لازمه، هیچ کدوم از اینها در دین نیست. برای کسی که فوت کرده نداریم، در هیچ روایتی نیومده، در صدر اسلام نبوده، در بعد اون هم نبوده، نه هفته گرفتن برای میت، نه چله گرفتن براش، نه سال گرفتن براش، هیچ کدوم از اینها نیست. ولی اینکه شما بخواید گاوی رو ذبح کنید و بگید این ثواب ذبح کردم، ثوابش رو میدم به میت، به اون کسی که فوت کرده ایراد و اشکال نداره. ولی اینکه لحظه ای که داری ذبح میکنی نباید اسم میت رو بیاری، شما این رو لله باید ذبح کنید. بسم الله بگید، بگید این قربین رو ذبح کردیم لله، گوشتش رو میدیم به فقرا و ثوابش رو هدیه میکنیم به پدرمون، به مادرمون، به کسی که فوت کرده. ثواب این صدقه ای که دادید، این خیری که کردید، ثوابش رو هدیه میکنید. لازم نیست که وقت ذبح این رو بگید که این رو، این گاو رو به پدرمون میدیم، به مادرمون میدیم، اون وقت لازم نیست. بلکه در اون وقت باید این رو لله ذبح کنید، صدقه هست، صدقه لله، ولی ثوابش رو هدیه کنید به پدر و مادرتون. بیننده گفتن سلام استاد، خسته نباشید، من در بدنم جن دارم که به اشکال گوناگون از جمله تشنج، اذیت کردن حین تنهایی خودشون نشون داده. حتی بیشتر مواقع نمیتونم ذکرهایم رو بخونم و زمزمه کنم، حالم خیلی بد میشود. خواهش میکنم استاد به من بگید راه حلش چیست؟ زندگی رو از من گرفته، خدا اجرتون بدهد در دنیا و قیامت. ببینید، سوره فاتحه سوره شافیه هست. سوره بقره رو رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمودند هر کسی که این سوره رو بخونه اون رو کفایت میکنه، یعنی از شر وسوسه ها و تخیلاتی که جن و شیاطین برای انسان به وجود میارن، اذیت هایی که امکان داره برای انسان به وجود بیاد، اون رو حفظ میکنند. رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمودند هر کسی صبح 100 بار بگوید لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير، از هر چیزی اون رو منع میکنن، از هر چیزی که از وسوسه شیاطین و جن باشه. و فرمود هر کسی هم که این رو در وقت غروب آفتاب، یعنی بعد از عصر بگه، 100 بار این رو بگه، در شب تا صبح اون رو حفظ میکنند. و از جمله اذکار دیگه ای که جزو تعویذهای شرعی این هست که شما هر روز اینا رو به ترتیبی که گفتم بخونید، سوره حمد رو بخونید، اگر میتونید هر شب بقره رو کامل بخونید خیلی عالی، اگر نه اوائل سوره بقره رو بخونید، آیات الکرسی رو بخونید و آیات آخر، سه آیه آخر سوره بقره رو بخونید، بعد سوره قل یا ایها الکافرون رو بخونید، قل هو الله رو بخونید، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس رو، اینها رو هر کدوم سه بار بخونید. و بعد تعویذهای دیگری هست از جمله اذکاری که لازم هست بگید اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما اجد و احاضر، و بگید اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق و ذرع و برع و من شر طارق یطرق باللیل الا طارق یطرق بخیر یا رحمان. این جمله اذکاری که این اذکار رو مرتب بخونید و اذکار صبح شام رو بخونید، حتما نتیجه خواهید گرفت. اگر هم نتیجه نگرفتید، برید پیش کسی که بتونه اهل علم باشه، اهل تقوا و صلاح باشه، رقیه شرعی رو براتون بخونه، به اذن الله حتما نتیجه میگیرید. ولی جزء تجربه هایی که انجام شده، اگر شما بتونید هر شب سوره بقره رو برای یک مدت طولانی بخونید، قطعا همه این مشکلاتی که دارید حل خواهد شد. در ضمن شما برای این مشکلاتتون لازمه که اکتفا نکنید به اینکه کسی به شما گفته باشه این جن هست یا چیزی، بلکه حتما به روان پزشک و روانشناس مراجعه کنید و مشکلاتتون رو با اونا در جریان بذارید، و چه بسا مشکل شما مشکل دیگه ای باشه از طریق دیگه ای حل بشه. ولی اینکه تشخیص اینکه واقعا جن و شیاطین اصلا شما رو اذیت میکنند رو باید حتما به طور یقین کسی بتونه تشخیص بده. اما همونطوری که رقیه شرعی خوندن، این اذکار و اورادی که بنده عرض کردم جزو اسباب هستند،
قطعا دکتر رفتن و پیش روان پزشک و روانشناس رفتن جزء اسباب شرعی دیگه ای هستند. فکر نکنید اگه پیش دکتر برید حتما کار شرعی نکردید، بلکه عینا جزء اسباب شرعیه. همونطوری که خوندن قرآن برای شفا و برای علاجتون جزء اسبابه، زیرا که خداوند شفا میده، و همچنین به دکتر رفتن هم جزء اسبابه. ما وقتی داریم یا اینکه بله دقایقی ظاهرا وقت هست. ببینم بیننده عزیز دیگری، ببینید سوالاتون رو طولانی نکنید. یکی از بینندگان عزیز میگه من در کشور سوئد زندگی میکنم، سوال من این بود که اگر خانومی پول بفرسته برای خانواده خود در افغانستان، چون خانواده ایشون نیازمند هستند، ولی در صورتی که شوهرش خبردار نشه آیا مرتکب گناه میشه خانم؟ اگر شوهر به فهم ممانعت میکنه، یعنی خیلی راضی به نظر نمیرسه، ولی برعکس برای خانواده خودش میفرسته پول بدون در نظر داشتن خانمش، در مقایسه با خانواده شوهرم، خانواده من خیلی مستحق به کمک هست، چون که پدرم فوت کرده، مادرم با یه خواهرم که 17 سال دارن زندگی میکنن و هیچ منبع درآمدی ندارن. نیازی به اجازه شوهرتون نیست برای اینکه بتونید به خانوادت کمک کنید، به شرطی که پولی که کمک میکنید مال خودتون باشه. اگه مال خودتون هست، دولتی پولی رو به شما میده، حالا یا خودتون درآمدی دارید، بله شرعاً جایزه بدون اجازه شوهرتون پول خودتون رو و اون چیزی که متعلق به خودتون هست رو به خانوادتون بدید، و شوهرتون هم حق این رو نداره که ممانعت کنه، نه در مورد اینکه پولتون رو به خانوادتون بدید، بلکه در مورد صدقاتتون، خیراتتون، مصرف پولی که مال خودتون هست. لازم نیست که ایشون حتما باید حتما اجازه بده، ولی برای اینکه حسن معاشرت با هم دیگه داشته باشید و اختلافی بینتون نیفته، سعی کنید که با هم دیگه این به این تفاهم برسید که بتونید هر کدومتون به خانوادتون کمک کنید. و از جمله معاشرت بالحسنای بین زن و شوهر این هست که شوهر کمک کنه به زنش، پول بهش بده، بگه این پول رو، این کمک رو به خانوادت بفرست. این جزء معاشرت به معروفی است که خداوند دستور داده، و عاشروهن بالمعروف. یعنی چی اینکه معاشرت به معروف کنید؟ یعنی رابطه خیلی حسنه و نیکی با همسرتون داشته باشید. همونطوری که شما دوست داری صله رحمت رو به جا بیاری، زنت هم دوست داره صله رحمش رو به جا بیاره. همونطوری که شما دوست داری به خانواده خودت کمک کنی، ایشون هم خانواده دارن، ایشون هم مهر و محبت خانوادهشو دارن. از جمله این معاشرت است که مرد خودش این رو تشویق کنه، نه اینکه مانع بشه، بلکه پول دستش بده، این پول رو بفرست به خانوادت بده، به مادرت، به خواهری که محتاجه بده. لذا اون چیزی که متعلق به خودتون هست لازم به اجازه نیست، ولی خب برای اینکه رابطه خودت رو با همسرت حفظ کنی و دوچار مشکلات نشید، بهتره که به یه تفاهمی برسید با هم دیگه در این خصوص. وقت به پایان رسید. خب به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين